نمادگرایی در نقاشی و پیکره‌سازی کاوش برای محتوای تازه‌ای که مبتنی بر احساس باشد تا عقل یا مشاهده عینی و مبتنی بر مکاشفه و نیروی درونی و اندیشه ورای ظاهر باشد را میتوان به معنای گسترده تر در نظر گرفت تا شامل بسیاری از نقاشان تجربی که به راه امپرسیونیست ها رفتند یا راهی مخالف در پیش گرفتند نیز بشود. تعریف گسترده تر نه تنها گوگن بلکه ون گوگ و در درجاتی متفاوت سورا و سزان را هم در بر می گیرد. با این همه تمام این نقاشان هر کدام به شیوه متفاوتشان درگیر مسائل دیگر، مسائل مربوط به ساخت تصویری یا بیان شخصی نیز بودند. نقاشان دیگری که برکنار از رودون آشکارا با نهضت نمادگرایی در نقاشی در ارتباط بودند، چهره های کم اهمیت تری هستند. گوستاو مورو و پیر رو پویدو شاوان. مورو تا زمانی که در 1892 به استادی مدرسه هنرهای زیبای پاریس منصوب شد، آدمی گوشه‌گیر بود. در این مقام، طی سالهای آخر عمرش استعداد فوق‌العاده‌ای به عنوان یک معلم از خود بروز داد. در میان هنرجویان این دوره او، کسانی چون هنری ماتیس و ژورژ رو بودند و همچنین بسیاری دیگر که با نهضت فووها یا جانوران وحشی در آغاز دوران نقاشی مدرن در ارتباط بودند. هنر خود مورو تجسم تباهی پایان قرن 19 و مرکب از موضوع بیمارگونه طراحی وسواس آمیز و رنگ جواهرآسا و رنگ‌آمیزی زمخت است. پویدو شاوان ترکیبی بود عجیب و غریب، یک فرهنگستانی دیوارنگار که نقاشان نسل جوانتر او را می ستودند. دلایل این خلاف عرف بودن ظاهری هنگامی آشکار می شود که دیوارنگاره های او در پانتئون پاریس مورد بررسی قرار می گیرد. مضمون اثر یعنی زندگی سن ژنویو و شیوه روایتی پرداخت آن به اندازه کافی سنتی است، اما سازمانبندی عظیم، مسطح، نواحی دارای رنگ‌آمیزی ملایم و نحوه برخورد و حتی تأکیدآمیز سطح تصویر دیوار برای نقاشانی که در جستجوی واقعیت تازه‌ای در نقاشی بودند، جاذبه طبیعی داشت، گرچه کیفیت‌های انتزاعی این دیوارنگارها به ویژه امروز برای ما آشکار است، اما کنارجویی کلاسیکوار پیکره‌ها آنها را به صورت نمادهایی از نور درونی در می آورد که نمادگرایان می ستودند. پایان قرن 19 دوران تألیف در هنرها بود. دورانی بود که نقاشان در جستجوی راه‌های تازه‌ای بودند تا در خود واکنشی علیه موج ترقی پرورش دهند که مظهرش صنعتی شدن بود. کاوش شاعران و نقاشان و موسیقیدانان نمادگرا برای ارزش‌های معنوی بخشی از این واکنش بود. گوگن به رهایی رنگ و کاوش‌های خطی که خود دنبال می‌کرد و به پیروانش نیز انتقال می‌داد، نام تألیف‌گرایی داد. تألیف رنگ و شکل به صورت تصویرهایی نیمه انتزاعی. نکته شگفت‌انگیز درباره این روح تألیفی به معنای گسترده‌تر و کم عمق‌ترش این بود که در دهه‌های آخر قرن 19 و اوایل قرن 20 جنبش پرطرفدار عظیمی شد که بر ذوق بخش جمعیت اروپا و ایالات متحده تأثیر گذاشت. این جنبش بود که جنبش هنر نو نامیده شد. هنر نو سبک مشخصی بود که از دل تجربیات نقاشان، معماران، استادکاران و طراحان سر برآورد و نه تنها بر نقاشی، پیکره‌سازی و معماری، بلکه بر هنر گرافیک، مصورسازی کتاب و مجله، مبلمان، منسوجات، شیشه کاری و طراحی سرامیک و حتی مدل لباس خانم ها نیز تأثیر گذاشت.
از لحاظ همگانی این سبک به توسط تعدادی از نقاشان و استادکاران نسبتاً نامعروف به کار گرفته شد، اما فقط معدودی از پیشتازان هنر قرن بیستم از تأثیر شکل‌ها و اندیشه‌های مربوط به آن برکنار ماندند. هنر نو از دل جنبش انگلیسی هنرها و صنایع که نماینده و مبلغ عمده‌اش ویلیام موریس نقاش و شاعر بود برخاست. جنبش هنر و صنایع طغیانی بود علیه عصر تازه ماشینی کردن، کوششی رمانتیک با شرکت موریس و دیگران مثل مارک موردو برای عملی ساختن فلسفه جان راسکین با این مفهوم که هنر حقیقی باید هم زیبا باشد و هم سودمند. آنها می دیدند که دنیای نقاش استادکار در معرض نابودی به توسط صنعتی شدن است و برای دستیابی دوباره به معیارهای سادگی و زیبایی و استادکاری قرون پیشین، به خصوص قرون وسطا، مبارزه می کردند. نقاشان پیرو جنبش هنر نو در پی سبک و شمایل نگاری بودند که از سبک‌های تاریخی که هنوز بر انبوه نقاشی‌ها و پیکره‌سازی‌های فرهنگستانی تسلط داشت، بر کنار بماند. باید در نظر داشت که در 1890 قالب نقاشی‌ها، پیکره‌ها و معماری‌ها همانهایی بود که هنوز با حمایت فرهنگستان‌ها در کمیت عظیم تولید می‌شد. هنر نو برخلاف جنبش هنرها و صنایع که از آن برخاسته بود، از مواد و تکنولوژی نوین در ساختمان‌ها و تزئین‌کاری‌ها استفاده کرد. در واقع نقاشان پیرو هنر نو نمی‌توانستند از تأثیر سبک‌های گذشته دور بمانند، ولی آنها به کشف سبک‌هایی پرداختند که از نظر فرهنگستانی‌های عصر کمتر شناخته شده و بی‌رونق بود و از هنر قرون وسطا، شرق یا اقوام بدوی هر گونه شکل یا شگردی را مایه گرفتند که با کاوششان برای نوعی انتزاع‌گرایی مبتنی بر توازن خطی تجانس داشت. به این ترتیب کیفیات خطی و ترکیبات تزئینی سبک رکوکوی قرن